خیلی مهمه که ما به اسم نقد قواعد بازی سیاسی رو به هم نزنیم. به اسم نقد دولت دنبال تطهیر آمریکا نباشیم، دنبال تبرئه دولت آمریکا نباشیم. این دولت جنایتکاره، چرا میخواید تبرئه کنید؟ دولت اخیر آمریکا دولت جنایتکاره، دولت تروریسته. یه عده مداوم دارن تطهیر میکنن، من مجانی هم دارن این کارو میکنن. حالا بعضی از رسانه‌های خارجی پول میگیرن آمریکا رو تطهیر میکنن، اما یه عده مجانی دارن آمریکا رو تطهیر میکنن به خاطر اینکه به دولت صدمه بزنن، به خاطر اینکه فضا را برای انتخابات 1400 بابا 1400 مونده، هنوز انتخابات مونده، اشکال نداره برای انتخابات خودتون هر کاری میخواید انجام بدید، اما ایجاد روحیه یأس در جامعه خیانت ملی است. ایجاد یأس، یأس رو در جامعه ترویج ندید، بذارید مردم واقعیت ها رو لمس کنن، واقعیت ها رو ببینن. این دولت یک دولت کینه‌توز جنایتکاری بود که نسبت به ایران و تمام ملت‌های مستقل جنایت کرد، همجوری که نسبت به ایران جنایت کرد، نسبت به فلسطین هم جنایت کرد، نسبت به عراق هم این کاری کرد، نسبت به سوریه هم این کاری کرد، نسبت به یمن هم این کاری کرد. در برابر تمام ملت‌های مظلوم، حتی نسبت به دوستان خودش هم خیانت کرد. حالا اونا رو ما کار نداریم، ولی یه جنایت بزرگ اینا انجام دادن. چرا این واقعیت رو به مردم نمیگیم؟ شما بیایید آمار اقتصادی سال 93, 94, 95, 96 این 4 سال رو مقایسه کنید با 97, 98, 99. این 3 سال که ما در جنگ بودیم یه جور آمار هست، اون 4 سال که در تحریم بودیم، حالا اون تحریم یه مقداری هم برداشته شد، مال 95 96 بود، ولی 93 94 که ما در تحریم بودیم، اون وقت تحریم بود، امروز جنگه. یعنی دو مقوله است، شما تورم رو ببینید، رشد رو ببینید، اشتغال رو ببینید، پایه پولی رو، تمام معیارهای اقتصادی رو بین این 3 سال اخیر و اون 4 سال مقایسه کنید. خیلی ساده است، خیلی پیچیده نیست، دو تا چهار تا است، ریاضی ساده است، جبر و مثلثات نیست، چیز معمولی است. یک قشنگ این آمار ارقام تو همه مراکز آمار ما، مرکز آمار ما وجود داره، بیایم کنار هم مقایسه بکنیم. بعضیا فکر میکنن که ما امروز در فکر رفع و دفع تهدید هستیم، از امروز ما دنبال ایجاد فرصتیم. نه، از 97 ما دنبال این کار بودیم. از 97 که جنگ شروع شد ما دنبال رفع و دفع تحریم، فشار بر مردم و ایجاد فرصت بودیم. و شما دیدید که در بخش سیاسی آمریکا شکست مطلق خورد، در بخش سیاسی، در بخش حقوقی آمریکا شکست مطلق خورد، در بخش اخلاقی آمریکا شکست کامل خورد، در بخش اقتصادی تونست بر مردم ما فشار وارد کنه. در او دنبال فشار نبود، او دنبال ایجاد قحطی بود در این کشور. آمریکایی‌ها دنبال این بودن که در کشور ما تنش اجتماعی ایجاد بکنن، امنیت داخلی رو به هم بریزن. در اهدافشون 100% شکست خوردن، البته یک فشاری هم به مردم وارد کردن، مشکلاتی رو هم برای مردم ایجاد کردن.